ریاست حج و اوقاف هرات با راه اندازی برنامه زیر نام هفته بیداری اسلامی تلاش دارد برای مردم در پیوند به مسائل اسلامی آگاهی دهی کند. رئیس نهاد باور دارد اسلام یک دین فراگیر است و نباید تنها به لباس و ظاهر انسانها خلاصه شود. از سوی هم عالمان دین اشراک مردم در هفته بیداری اسلامی را در بلند رفتن معلومات دینی آنها سودمند می‌دانند. گزارشی از حسینی خواب بید. صدها تن از باشندگان هرات برای اشتراک در هفته بیداری اسلامی در اینجا گرد آمدند. در جریان این هفته قرار است عالمان دین برای مردم در مورد مسائل اسلامی آگاهی دهی کنند. ریاست حج و اوقاف هرات باور دارد ترویج فرهنگ صلح، میانه‌روی، اعتدال و ارائه دیدگاه های اصیل اسلامی برای مردم از جمله اهداف برنامه هفته بیداری اسلامی است. هفته بزرگ بیداری اسلامی که توسط ریاست ارشاد حج و اوقاف برگزار شده برای دومین بار، هدف از راه اندازی برنامه روشنگری مسائل دینی و دیدگاه های شامل دینی در حوزه های مختلف اجتماعی هست. قرار است در جریان این هفته عالمان دین و سخنوران مطرح و نامدار هرات در پیوند به مسائل اسلامی برای مردم سخنرانی کنند. با این حال از دید عالمان دین اشتراک مردم در هفته بیداری اسلامی می تواند معلومات آنها را در مورد دین اسلام بلند ببرد. آگاهی دارند، دقیقاً برای اونها یک تذکر هست تا مجدداً با یک جدیت تمام در ارتباط به مسائل دینی، مسائل اجتماعی و موضوع وطن پرستی و تمام مسائل از این طریق بتونن آگاهی پیدا کنند و پایبندی حاصل کنند. رئیس حج و اوقاف هرات تاکید می کند اسلام یک دین فراگیر و همه جانبه است و در بخش های گوناگون زندگی بشر طرح و برنامه دارد. از همین رو نباید دین اسلام به لباس و ظاهر انسان ها خلاصه شود، بلکه باید دیدگاه های اصیل اسلامی برای مردم از طریق عالمان دین بیان شود. ما همو دیدگاه منزوی از دین در داخل جامعه شیوع پیدا کرد که از طریق این هفته امیدواریم که بتوانیم در راستای اعاده و احیای همو اندیشه جامعه و ناب اسلامی در داخل جامعه تلاش داشته باشیم. مسئولان حج و اوقاف هرات تاکید دارند برنامه بیداری اسلامی تا روز جمعه هفته روان ادامه دارد و علاقه‌مندان می توانند در آن اشتراک کنند.